سلام بر شما، به بخش دوم برنامه آخر خط خوش آمدین. سومین سفر خارجی رئیس جمهور پاکستان با حکومت وحدت ملی چه خواهد کرد؟ قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی طی روزهای نزدیک راهی پاکستان شود. گفته می شود که آقای غنی با دعوت رسمی مقامات پاکستانی به آنجا سفر می کند. پس از شکگیری حکومت وحدت ملی و احراز کرسی ریاست جمهوری توسط محمد اشرف غنی، پاکستان نخستین کشوری بود که از آقای غنی دعوت به سفر به آن کشور کرد. همچنان در بیشتر از یک ماه عمر حکومت جدید در افغانستان، سه مقام امنیتی پاکستان به کابل سفر کردند. سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان، راحیل شریف، رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان و رضوان اختر، رئیس جدید آیسای پاکستان، از افرادی بودند که یکی پی دیگر وارد کابل شدند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در طول حکومت 13 سالش 20 بار به پاکستان سفر کرد و گفتگوهای زیادی را با میانجیگری برخی از کشورهای جهان و منطقه با پاکستان برای همکاری صادقانه‌اش در امر تحکیم صلح و تأمین امنیت در افغانستان را اندازی کرد، اما همه تلاش‌های آقای کرزی در این راستا نقش بر آب بود. اکنون دیده شود که پاکستان با حکومت تازه در افغانستان از چه دریچه‌ای نگاه خواهد کرد و با وعده‌هایی که به حکومت وحدت ملی داده است چقدر پابرجا و صادق خواهد ماند. بررسی این موضوعات در گفتگویی با جناب آقای دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه، و آقای ستار مراد، آگاه مسائل سیاسی. البته تا لحظات دیگر آقای ستار مراد به بحث خواهند پیوست. آقای نظری، خوش آمدید به برنامه. سلامت باشین، تشکر. چگونه ارزیابی میکنین سفر قریب الوقوع رئیس جمهور افغانستان به پاکستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم تلویزیون نور. من فکر میکنم که این سفر در توسعه مناسبات دوستانه میتونه تاثیرگذار باشه و یک قدم مثبت باشه به طرف همگرایی های منطقه‌ای. اما ای که ما دستاورد مشخصی از این سفر توقع داشته باشیم، من فکر میکنم که تا حدودی تأمل برانگیز خواهد بود. علت مسئله است، همون گونه که شما اشاره کردین، رئیس جمهور کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، بیش از 20 بار به اسلام آباد سفر کرده، ولی متاسفانه مقامات بلندپایه اسلام آباد به توقعات منطقه و توقعات دولت افغانستان توجه لازم را نداشتند. بنابراین من فکر میکنم که این سفر میتونه پیام صلح و دوستی را از طرف دولت وحدت ملی و مقامات اسلام آباد بازگو کنه. اما ای که آیا چرخش در سیاست خارجی پاکستان نسبت به افغانستان به وجود آمده باشه، من تردید دارم که چنین در واقع چرخش هنوز به وجود نیامده در دکترین سیاست خارجی پاکستان نسبت به منطقه و افغانستان. بله، سپاسگزارم. آقای ستار مراد، آگاه مسائل سیاسی هم به بحث پرداختن، خوش آمدید به برنامه. آقای نظری، رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای کرزی 20 بار سفر کردن، شما هم از تردیدها صحبت کردن. فکر میکنین چه تفاوتی خواهد داشت بیشتر سفر آقای غنی با سفرهایی که آقای کرزی داشتن به پاکستان؟ ببینید، تفاوتی اساسی به باور من وجود ندارد. سفر آقای غنی هم در تداوم سفر رئیس جمهور پیشین افغانستان ارزیابی میشه. من فکر میکنم تا زمانی که در دکترین سیاست خارجی افغانستان نسبت به پاکستان یک تغییر جدی به وجود نیاید و دولت وحدت ملی یک ختمش و پالیسی مشخص را در ارتباط با کشورهای منطقه و همسایه مورد توجه و دقت نظر قرار نده و در حوزه کارگزاران دیپلماسی افغانستان، در واقع کسانی که با واقعیت‌های سیاسی افغانستان، منطقه و نظام بین الملل آشنایی داشته باشه، این عناصر متولیان امور سیاست خارجی افغانستان را در اختیار خود نداشته باشه، امیدواری بر ازی وجود نداره که در واقع ما با ساختار قبلی بتانیم پاکستانی ها را متقاعد بسازیم که تغییری در روی کرده یک جانب گرایانه خود نسبت به منطقه و افغانستان داشته باشد. بنابراین من فکر میکنم که این سفر بیشتر میتونه آغازی باشه برای پیام صلح و دوستی از طرف افغانستان و در واقع باز تجدید خاطرات
سفرهای رئیس جمهور قبلی افغانستان ارزیابی شود. اما اینکه اما در این مدت کوتاه عمر حکومت وحدت ملی سه مقام امنیتی پاکستان آمدن به افغانستان، صحبت‌های صورت گرفت. با این سفرها باز هم فکر میکنین که نتیجه مثبت دلخواه افغانستان را نخواهد در پی داشت؟ ببینید، اگر ما نگاه واقع گرایانه و ریالیستی به مناسبات افغانستان و پاکستان داشته باشیم، این مناسبات همیشه تحت تاثیر متغیرهای چندگانه قرار داشته. مناقشات مرزی که بین دو کشور وجود داره و تحت تاثیر قرار گرفتن روابط افغانستان با پاکستان از معادلات استراتژیک هند در منطقه و نوع روابطی که افغانستان میتونه با هند داشته باشه و همچنین سیاست های کلان و راهبردی قدرت های منطقه‌ای و قدرت های جهانی میتونه در واقع روی کرد روابط خارجی افغانستان و پاکستان تحت تاثیر قرار بده. بنابراین روابط افغانستان و پاکستان روابط چند لایه، پرمعما، پرتنش و در عین حال نزدیک است. بنابراین این سطح روابط به باور ما با یک سفر نمیتونه دستاوردهای ملموس و قابل توجه را برای افغانستان در پی داشته باشه. سپاسگزارم. آقای مراد، سفر آقای غنی رئیس جمهور افغانستان به پاکستان با تردیدها همراه است. گفته میشه که هیچ تفاوتی نخواهد داشت با سفرهای رئیس جمهور کرزی. باور شما چیست؟ اول سلام به شما و بینندگان محترم تلویزیون نور. به نام خداوند شروع میکنیم که سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان از دو نگاه مهم است که دیده شد. یکی از نگاه تغییر در روابط پاکستان و افغانستان، دوم از دیدگاه موقف خود رئیس جمهور. اگر از دیدگاه دومی شروع میکنیم، اگر سفر رئیس جمهور به پاکستان دستاوردی داشته باشه برای استوار شدن و مستحکم شدن موقف رئیس جمهور در افغانستان، بسیار مهم است و دیدم شده که رئیس جمهور و تیم رئیس جمهور تلاش بیشتر کردند در این مدت و تماس های نزدیکی با پاکستان داشتند و تلاششان و تماسایشان هدفشان یک هدفشانی بوده که بعد رئیس جمهور از سفر خود دستاورد خوبی برای صلح، بهتر شدن روابط پاکستان و افغانستان داشته باشند تا نه تنها که صلح در افغانستان کمک شود و صلح به میان بیاید و روابط دو کشور خوب شود که در بسیاری ابعاد حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی افغانستان تاثیرات خود دارد، اما برای موقف سیاسی رئیس جمهور در افغانستان و در منطقه هم از اهمیت خاص و بسزایی برخوردار است. یک بخش، یک دیدگاه، یک پهلوی سفر رئیس جمهور و پاکستان است. و اگر دمی پهلو و دیدگاه اگر رئیس جمهور مانند رئیس جمهور سابقه افغانستان آقای حامد کرزی دستاوردی ناشته باشه، به یقین که در دو جهت که کمک به صلح و رابطه بهتر بین پاکستان و افغانستان و همچنین در موقف سیاسی خود رئیس جمهور اشرف غنی تاثیرات منفی خود داشت، چون جمهور باز هم تولید یا یعنی محصول یک نزاع بزرگ انتخاباتی است. رئیس جمهوری فعلی ما مانند رئیس جمهوری 5 سال قبل، بنابراین دستاوردهای سیاسی خصوصا در ارتباط به صلح و روابط با پاکستان از اهمیت خاصی برخوردار است برای جمهور. یک بخش. بخش دومش دیدگاه رئیس، دیدگاه دومی که در سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان مهم است که باید روز بحث بکنیم، مثل که آقای نظری هم اشاره کرد، او تغییر در پالیسی های اسلام آباد در قبال افغانستان است. ما قسم شما اشاره کردین آقای رحیل شریف و همچنین آقای اختر رئیس های سای، سفرهای اینا به افغانستان و سفرهای از مشاور امنیت پاکستان سرتاج عزیز، اینا بعضی اشارات و بعضی موضوعات رو میرسانه که به آدم باید توجه بکنه. مثلا چه موضوعات؟ مثلا بعضی احتمالات میره که پاکستان تصمیم گرفته باشه در روابط خود با افغانستان و با حکومت جدید تغییرات رو به میان بیاره. آماده شده این دو پست مهم پاکستان که رئیس بخش رئیس آیسای و رئیس پاکستان است،
دوبار این نوع اردوش آمدن پی در پی. اتونش تو نشان میده که گپی وجود داره یا تغییرات در راه است که آمدن این دو نفر از او تغییرات حکایت میکنه. اما در عمل این تغییرات حداقل بعد از آمدنشان هم وجود نداره، حملات راکتی همچنان در جریان یقیناً هست. یقیناً که تا وقتی که رئیس جمهور غنی به پاکستان سفر نکرده باشه، تا وقتی که مذاکرات خود اونجا انجام نداده باشه، تا او وقت هر تغییری که مد نظر باشه او را اینا اجازه نمیتن که دیده شوه، بلکه یعنی یک طرف خوشبینانه میخواد بود که رئیس جمهور کرزی به پاکستان میره، باید دستاوردی میره که با طالبا به تفاهم میرسه، با حکمتیار به تفاهم میرسه، در روابط دو کشور تغییرات معجزه آسای به میان میاره که بالای اقتصاد در دو کشور تاثیرات مثبت می داشته باشه. خب ایتو حرفام زده میشه و احتمالات هم میره. حال این خوشبینی ها در زمان هر سفر آقای بله. کرزی به پاکستان مطرح بود اما بدون دستاورد. فکر میکنین سیاست دوگانه پاکستان همچنان در زمان حکومتداری آقای اشرف غنی هم پایدار خواهد بود؟ ببین که ما بیشتر در بخش دوم که صحبت کردم خوشبینانه صحبت کردم. پاکستان خودش هم در بین تلاطم های خطرناکی قرار گرفته. جنگ های داخلی از یک طرف، انفجارات بسیار بزرگ در تمام پاکستان و مشکلات بین بخش نظامی حکومت پاکستان و بخش سیاسی حکومت پاکستان. پاکستان و در پهلوی شرقی پاکستان کشور هند به سرعت رو به انکشاف و رو به ترقی و نیرومند شدن است و به قدرت سیاسی و قدرت نظامی و قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده روان است. پاکستان دیگه فکر میکنم که آلترنتیف یا بدیل نداره که جز با افغانستان رابطه خود بهتر بسازه، اجازه و با توافق حکومت افغانستان در رشد اقتصادی خود، در بهتر شدن وضع امنیتی در پاکستان هم استفاده کنه از این موقع فرصتی که خدا برشان آماده ساخته و افغانستان هم نیازمند همه تو یک تقاضا همه تو یک فضا است. ما عرض میزنم که شاید عرفای یا کارهای در راه باشه که آماده شده این مقامات نظامی پاکستان از او خبر میده. سپاسگزارم آقای نظری، از موجودیت کدها در عرصه سیاست خارجی صحبت کردین و همچنین یک اجماع ملی و بر حال یک برنامه بر اساس برنامه آقای غنی باید میرفتند به پاکستان. کابینه هنوز تشکیل نشده است، اجماع ملی هم بر حال صورت نگرفته است در مورد سیاست های خارجی مشخصا در قبال پاکستان. حال این سفر با وجود این صحبت های شما به نتیجه خواهد رسید؟ من به همین جهت اشاره کردم که از این سفر ما دستاورد ملموس و قابل توجهی نباید انتظار داشته باشیم، چون ببینید هیچ تغییری در ساختار سیاست خارجی دو کشور با وجود نیامده. هرچند دولت اسلام آباد با ورشکستگی سیاسی با توجه به رویدادهای داخلی که در کشور جریان داره مواجه شده، اما باور من است که سیاست جنگ طلبانه و روی کرد یک جانبه گرایانه جنرالان پاکستانی و آیس های همچنان در این منطقه تداوم دارد. بنابراین هیچ تفاوت اساسی در راهبرد کلانی سیاست خارجی پاکستان مشاهده پذیر نیست. حال یکی از این تفاوت ها و نقاط عطف آقای ستارمراد گفتند که رفت آمد های مقام های امنیتی پاکستان به افغانستان و همچنین دعوت رسمی از سوی رئیس جمهور، با وجود این صحبت هم هنوز هم خوشبین نیستن؟ ببینید در دوره زمامداری رئیس جمهور کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، بیش از 20 بار رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد سفر داشت و حتی در صورت تداوم منازعه میان ایالات متحده و پاکستان از طرف مقامات بلندپایه افغانستان اعلام شد که افغانستان در کنار برادران پاکستانی خود خواهد بود. با وجود چنین رفتارها من فکر میکنم که هیچ نوع نگرش مثبت نسبت به تحولات سیاسی افغانستان در او دوره شکل نگرفته. در حال حاضر هم با وجود اینکه سفرهای مکرر مقامات ارشد پاکستانی به کابل جریان داره، همچنان ما شاهد مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان و نقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان از سوی نظامیان پاکستان هستیم. این نشان میده که پاکستانی ها در روی کرد کلان خود نسبت به منطقه و افغانستان تغییر ایجاد نکرده و احتمالا این سفرها بیشتر به منظور شناسایی نقطه های ضعف و قوت دولت وحدت ملی مورد توجه قرار گرفته و پاکستانی ها فکر میکنه که افغانستان در آستانه خروج نیروهای خارجی از کشور میتونه بار دیگه در واقع
پیروی سیاست خارجی پاکستان در منطقه قرار گیره. از این منظر است که من فکر میکنم این سفرها از یک طرف میتونه در واقع یک نوع فریبی باشه برای دولت مردان افغانستان و از طرف دیگر به منظور واکاوی و بازشناسی نقطه های ضعف استراتژیک دولت وحدت ملی مورد اهتمام نظر قرار گرفته. بنابراین وقتی ما میتونیم شاهد تغییر در روی کرده ملیتاریستی نظامیان پاکستانی نسبت به تحولات منطقه و افغانستان باشیم که در واقع جدال دیرینه و تاریخی که میان نظامیان و سیاستمداران در امور کشورهای منطقه در پاکستان جریان داشته، این جدال برش نقطه پایان گذاشته شود و نظامیان پاکستانی به پادگانهای خود برگردند و وظیفه حراست از امنیت ملی پاکستان به عهده بگیرد و روابط خارجی پاکستان را در واقع سیاستمداران پاکستانی سر میز مذاکرات تنظیم و طراحی و تدوین کنند. حال در مورد این صحبت شما وزارت دفاع آمریکا هم یک صحبتی داشته است، به این موضوع خواهیم پرداخت. اما این سومین سفر خارجی آقای اشرف غنی هست، شما از تدویر برنامه ها صحبت میکنین، اجماع ملی هنوز کابینه تشکیل نشده است، واقعا چرا این یک تازی ها صورت میگیرد در این اوائل در حکومت وحدت ملی از سوی آقای اشرف غنی؟ ببینید، به می جهت من اشاره کردم که اصولا روند صلح و ثبات که بیشتر در این سفر مطمح نظر هست در کنار توسعه روابط دو جانبه، اصولا روند صلح و ثبات سه تا ضلع داره: ضلع داخلی، منطقه‌ای و بین المللی. در حال حاضر در هیچ یک از این سه تا ضلع ما شاهد موفقیت هایی نیستیم در ارتباط با این که آیا در واقع طالبان که با نظام سیاسی افغانستان 13 ساله که مبارزه میکنه، اینا مخالفان سیاسی هستند یا مخالفان مسلح. ما شاهد هستیم که تلاش میشه یک نوع تبیین وارونه و انحرافی از کسانی که نظام سیاسی افغانستان تهدید میکنه صورت بگیره. این در واقع بنیادهای دولت وحدت ملی را لرزان میسازه و در واقع پشتوانه افکار عمومی را کاهش میده. و در بود منطقه ای من اشاره کردم که شمار از کشورهای عربی که منابع مالی طالبان را در واقع اینا تمویل میکنه و همچنین بود اطلاعاتی و لوجستیک را که جنرالان پاکستانی در واقع مورد توجه قرار داده، در راهبرد کشورها هم ما شاهد تغییر نیستیم. در ارتباط با سیاست‌های کلان قدرت‌های بزرگ هم در این منطقه من فکر می‌کنم تغییر اساسی به وجود نیامده. هنوز پاکستان به عنوان ذخیره استراتژیک سودمند و قابل تقویت برای قدرت‌های بزرگ در منطقه جنوب آسیا ارزیابی میشه. بنابراین تا زمانی که در این سه ضلع تغییرات اساسی به وجود نبیاید، من فکر می‌کنم که تلاش های دولت افغانستان ره به جایی نمیبره و ما نمیتونیم دستاورد مشخصی از این سفرها داشته باشیم. سپاسگزارم. ادامه برنامه آخر خط پس از میان برنامه کوتاه. باز هم خوش آمدید. همچنان بیننده برنامه آخر خط و گونه زنده از نور حسن. آقای مراد، صحبت های آقای نظری را شنیدین، فریب دادن دولت مردان و شناختن نقطه های ضعف دولت وحدت ملی از دو عامل اصلی بود که آقای نظری اشاره کردن باعث شد تا سفر صورت بگیره دعوت رسمی. حال فکر میکنین واقعا چنین است؟ ما به عقیده است میکنیم، ما با آقای نظری ما متفاوت میاندشم. افغانستان منست یک کشور در حال رشد مربوط به جهان سوم، همیشه پالیسی های کشور و سرنوشت این کشورها در بیرون از این کشورها رقم زده میشه با تاسف، و حتی سیاست های منطقه پیرامون این کشورها توسط قدرت های بزرگ دنیا تعیین میشه و عملی میشه. ما میبینیم آمدن نواز شریف در صحنه در پاکستان که در تمام دوران نواز شریف توسط اردوی پاکستان و توسط ایسای از قدرت برکنار شده در تمام دورهایش بلا استثناء، و طبیعی است که نواز شریف وقتی به قدرت میرسه اولی کار میکنه کوشش میکنه که نفوذ خود بالای اردوی پاکستان قویتر و مستحکمتر و تنگتر باید بسازه، و ما شاهد یک سلسله تعینات بسیار جدی در اردوی پاکستان و در آیسایی بودیم که تا نواز شریف بتونه اطمینان خود حاصل بکنه. نواز شریف برعکس حکومت های احزاب دیگه پاکستان در رابطه با افغانستان کاملا دید متفاوت داره، و تا یکی از بلاک های سیاست خارجی نواز شریف وقتی حکومت می ساخت
بهتر شدن روابط با افغانستان، جنگ با توریسم و آوردن صلح در منطقه، خصوصا در افغانستان و پاکستان. اولا با نواز شریف بسیار جدی کار داره در رابطه. حال یکی از عواملی هم که آقای نظری هم اشاره کردن که مانع از روابط خوب افغانستان و پاکستان میشه همین نظامیان پاکستانی هستن. بله. نظر شما این است که به هر حال رئیس جمهور پاکستان این موضوع را مهار خواهد کرد. بله. یکی از بخشایی است که ما با دید مثبت میبینیم که نواز شریف شاید بتونه یک تغییر در سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان به میان بره و نظامیان را مهار بسازه و در پالی از این خود رئیس جمهور اشرف غنی هم سرمایه گذاری کافی کرده در رابطه به سفر خود، رابطه که رئیس جمهور با پاکستان، با علاقات سیاسی پاکستان، با علاقات مردمی پاکستان قبل از سفرش ایجاد کرده رابطه خود و کار کرده. ما فکر میکنیم که این سرمایه گذاری های رئیس جمهور شاید هم هدر نره و همچنین ما موقف یا موقف سیاسی رئیس جمهور غنی با رئیس جمهور حامد کرزی در ارتباط با آمریکا متفاوت است. بنان در این کارا آمریکا به یقین که رئیس جمهور غنی همکاری میکنه در بهتر رابطش با پاکستان، در داشتن دستاوردهای از سفرش و بالاخره منتج شده به بهتر شدن موقف سیاسی رئیس جمهور غنی در افغانستان. بنان ما که این موضوعات میبینیم، به فکر من اگر خوشی بینانه واقعا فکر بکنیم این سفر جمهور غنی باید متفاوت از سفرهای رئیس جمهور حامد کرزی در با پاکستان باشه. سپاسگزارم آقای نظری. صحبت های آقای مراد را شنیدین، گفتن که به هر حال نواز شریف خوشبین بودن که نواز شریف میتونه مهار کنه اردوی و همچنین نظامیان پاکستانی را. در این مورد نظرتون چیست؟ ببینید، در واقع ماهیت و ترکیب قدرت سیاسی در پاکستان به گونه مفصل بندی شده که مجریان و طراحان سیاست خارجی پاکستان به خصوص نسبت به کشورهای مثل افغانستان و هند، نظامیان پاکستانی با تعامل ISI می باشد. بنابراین از این منظر هست که در واقع نگرانی وجود دارد که همچنان تغییر راهبردی در دکترین دفاعی و امنیتی سیاست پاکستان نسبت به منطقه شکل نگرفته. هنوز نگاه های عمق استراتژیک نسبت به افغانستان همچنان جریان دارد و هنوز موقعیت هیدروپولیتیک افغانستان سبب شده که پاکستانی ها افغانستان را به عنوان نقطه ارزیابی بکنند که بحران انرژی را که پاکستان با او دست و پنجه نرم میکنه از منظر منابع آبی افغانستان در اختیار خود داشته باشه و ایره مرفوع بسازه. بنابراین سیاست خارجی قدرت های بزرگ هم در این منطقه به گونه ساماندهی شده که در واقع سیاست تمایل به هند که بنا بود در سالهای اخیر در ارتباط با موضوع جنوب آسیا شکل بگیره، از سوی لابی های پاکستانی و کسانی که در حلقه قدرت ایالات متحده آمریکا قرار داره خونسا شد. بنابراین به همین جهت است که وقتی بحث افغانستان و پاکستان مطرح میشه یا هند و پاکستان مطرح میشه، همچنان از نظر پنتاگون پاکستان ذخیره استراتژیک و دروازه گشایش سیاست راهبردی آمریکا به طرف آسیای مرکزی ارزیابی میشه. به این جهت است که صحبت های جناب آقای مراد از این منظر که کشورهای جهان سومی سیاست خارجیشان متاثر از سیاست خارجی قدرت های بزرگ میباشه کاملا یک حرف واقع بینانه هست. اما مسئله اساسی اینجاست که هنوز در دکترین کلان قدرت‌های بزرگ تغییر نسبت به تحولات منطقه به وجود نیامده. از این منظر است که من فکر میکنم که تلاش‌های افغانستان، تلاش‌های صلح جویانه میتونه به یک نحو دیدگاه مثبت را در سطح جامعه بین المللی و نظام کلان بین الملل برای افغانستان ایجاد کنه و اعتبار، اتوریته و پرستیژ افغانستان به عنوان یک کشور خواهان صلح و زیست مسالمت آمیز در منطقه مورد اهتمام نظر قرار بده. اما ای که ما بتانیم به صلح عادلانه در این منطقه دست پیدا بکنیم، ای به باور ما راه دشوار است و منوطی به ای است که در سیاست خارجی پاکستان قدرت های بزرگ، کشورهای منطقه و همچنین نحوه سیاست گذاری دولت افغانستان تجدید نظر جدی صورت بگیره که هنوز چون این روند را ما شاهد نیستیم. حال یک تمرکز کوتاه میکنیم روی مثلث افغانستان، پاکستان و آمریکا. وزارت دفاع آمریکا اخیراً گفته بود که به هر حال پاکستان از لانه های تروریستی حمایت میکنه و از حامیان اصلی تروریستان هست.
در حالی که رئیس ستاد مشترک آمریکا و همچنین خود سرتاج عزیز و سفیر آمریکا در افغانستان گفته بود که این موضوع صحت نداره. باور شما چیست در این مورد؟ ببینید، من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا به شمول همکاران و متحدان اروپایی آمریکا از افغانستان بیشتر اطلاعات داره در اینکه در پاکستان چی میگذره و پاکستانی ها چه نوع سیاست را نسبت به منطقه جنوب آسیا، آسیای مرکزی و به خصوص افغانستان دنبال میکنه. نکته اساسی است که در واقع برای قدرت های بزرگ آنچه که اهمیت داره منافع کلان و نگاه های جوی استراتژیک از اینا نسبت به تحولات منطقه میباشه. من فکر میکنم که از نظر ایالات متحده آمریکا پاکستان همچنان ذخیره استراتژیک ارزیابی میشه و آمریکایی ها احساس میکنه که هنوز به پاکستان و نظام سیاسی پاکستان نیاز داره، هرچند این نیاز مانند دوران جنگ سرد نیست، ولی همچنان پاکستان به عنوان متحد استراتژیک و راهبردی غرب در دوره جنگ سرد و پس از حادثه 11 سپتامبر در کانون توجهات دکترین دفاعی و امنیتی آمریکا قرار داره. به همین جهت است که در واقع تلاش های افغانستان به تنهایی نمیتونه راه به جایی ببره و پاکستان به عنوان کانون تنش و منازعات منطقه و باور ما همچنان باقی خواهد ماند و از حمایت های بی‌دریغ غرب همچنان در واقع بی نصیب نخواهد ماند. حال ایالات متحده آمریکا که مدعی به حال تامین صلح در افغانستان هست، شما از متحد استراتژیک صحبت میکنید، پاکستان و آمریکا، چرا باز هم پاکستان دخالت میکنه در افغانستان در مسائل نظامی و مسائل هراس افغانی؟ ببینید، در واقع برای غرب و برای آمریکا چی مهم است است که در واقع اینا سلطه همراه با اطمینان بر انرژی این منطقه داشته باشه و در گذار قدرت به طرف آسیا که طی دو دهه پیش بینی میشه این گذار قدرت از طرف اروپا به طرف آسیا صورت میگیره و کشورهای آسیایی هم به دلیل اینکه کانون تمدن‌های مختلف میباشه، هم به دلیل اینکه کانون انرژی هم در حوزه تولید انرژی و هم در حوزه مصرف انرژی میباشه و هم به دلیل اینکه چین و هند در واقع داره نقش برتر در معادلات اقتصاد جهانی بازی میکنه، بنابراین جایگاه محوری و کلیدی میتونه داشته باشه. افزون بر این، منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئواکونومیکی که داره و در حدود بیش از 60% نفت و گاز دنیا را در خود جای داده و همچنین موقعیت در واقع ژئوپلیتیکی که داره به دلیل تنگه هرمز، کانال سوئز، اینا میتونه برای کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا به عنوان یک قدرت هژمون حائز اهمیت باشه. بنابراین آمریکایی‌ها سیاست کلان خود را معطوف به این نکته مورد توجه قرار خواهد داد که سلطه همراه با اطمینان بر موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه داشته باشه و بار دیگر کشورهای مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران در واقع و حتی کشور مثل هند همچنان در کنترل در واقع سیاست راهبردی و کلان آمریکا قرار داشته باشه. مجال برای بروز یکی به گفته شما یکی از این موارد ناامن ساختن افغانستان. ببینید، افغانستان به عنوان یک معبر استراتژیک و به تعبیر ساده‌تر به عنوان یک ابزار برای پیشبرد اهداف توسعه طلبانه قدرت‌های غربی به باور ما همچنان وجود دارد. به همین جهت است که علی‌رغم اطلاعات عمیق و ژرفی که غربی‌ها از وضعیت مناسبات افغانستان و پاکستان دارند و مداخلات گسترده پاکستان را در امور داخلی افغانستان شاهد بوده و بارها دیپلماسی افغانستان این پیام را به دنیا مخابره کرده، ما هیچگاه شاهد اعمال فشار از سوی کشورهای غربی نسبت به جنرالان پاکستانی و ISI نبودیم. علت مسئله است که در بسیاری از موارد ISI و نظامیان پاکستانی در واقع در امتداد یک بازی بزرگ قرار دارد که این بازی بزرگ در راستای منافع ژئواستراتژیک غرب ارزیابی میشه و پاکستان میتونه در این راستا انعطاف پذیری قابل توجه داشته باشه در این که در راستای منافع ژئواستراتژیک کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا در این منطقه عمل بکنه. بنابراین من فکر میکنم که افراط گرایی به یک نحوی میتونه حتی تامین کننده منافع کلان غرب هم در این منطقه ارزیابی شود. به همین جهت است که این پیوندهای ارگانیک سبب شده که در واقع پاکستان همچنان در کانون توجهات قدرت‌های بزرگ از جمله کشورهای غربی قرار داشته باشه. سپاسگزارم آقای مراد. روی مثلث افغانستان، آمریکا و پاکستان صحبت می‌کنین. صحبت‌های آقای نظری را هم شنیدین، گفتن که به هر حال حمایت از همچون عملکرد پاکستانی‌ها در قبال افغانستان یک از سیاست‌های غربی‌ها مشخصاً ایالات متحده آمریکا است. باور شما چیست؟ من به عقیده هستم که پاکستان و موقفی که در رابطه شرق و غرب
داشت آرام آرام از دست داده میره. خود نامنی های داخلی پاکستان و همچنین داشتن بم اتم در پاکستان یا نیروهای اتمی پاکستان تشویش غرب در رابطه با پاکستان بیشتر ساخته. نیرومند شدن نیروهای نهضت های اسلامی در پاکستان و همچنین جنگ هایی که در منطقه شرق میانه صورت گرفته و آغاز شده، جنگ های تحت نام حکومت اسلامی در سوریه و عراق، ای آرام آرام امریکا را به عقیده ساخته که اگر پالیسی های همیشگی خود کماکان ادامه بده، احتمال می روزی به جایی برسه که باز جریانات منطقه را مهار کرده نتانه. به خاطر است که ما چیزی که ما مطابق می بینیم در رابط منطقوی و رابط بین ملی که در سطح پالیسی ها یا دید آمریکا و غرب در رابطه با افغانستان و پاکستان و منطقه در مجموع تغییرات در حال شکل گرفتن است. امضای معاهده امنیتی با آمریکا، خود تغییر نامدن قرار گفته آقای نظری در موقف جیوپولیتیک افغانستان، ای اونمو امیدهای خامی که یک سلسله حلقات در اطراف افغانستان و منطقه داشتن او را نقش به آب کرده. بنان به این نظر هستیم که آره، آمریکا داره آیسته آیسته رابطه خود با چین نزدیک شده روان است، با هندوستان نزدیک شده روان است و متوجه جدا متوجه تحولات جدی در سوریه و عراق که اسرائیل تهدید میکنه متوجه از اوست. حتی سعودی و دیگه امارات، کشورهای که امارات های شرق میانه، اینا در مجموع آرام آرام تکان خوردین که اگر در قبال قضیه افغانستان توجه جدی نکنن و بگذارن که افغانستان دست خوش حوادث رادیکالی و حوادث توریستی باشه و اونا از این منافع خود به دست بیارن، آرام آرام این بت ها در اطراف خودشان حال سبز کردن است و روزی باشه که افغانستان فراموش بکنن. چنانچه حال ما میبینیم چی در عراق و سوریه میگذره، افغانستان به گرد و پوز اون نمیرسه. بران چیزی که ما میبینیم فعلا آرام آرام در رابطه پاکستان و غرب تغییرات آمده روان است. شما مخالف آقای نظری هستین این که به هر حال همین تقویت افرادگرایی و موضوعاتی که در سیاست پاکستان در قبال افغانستان هست یکی از ابزار است که به هر حال آمریکا خودش میخواد. این نظر آقای نظری، شما گفتین که میخواد کنترل کنه، بنابراین نمیخواد که از دستش سیاست داخلی پاکستان، در کل سیاست خارجی پاکستان از دست آمریکا خارج شود. اما در عمل اینجوری نیست، همچنان کمک های مالی و میلیونی آمریکا و پاکستان سرازیر هست و هنوز هم متحد استراتژیک همدیگر هستن. نه درست، هیچ شکی نیست. ما اول مخالف نظرات آقای نظری نیستم، بلکه میخوایم دو پهلوی از این تحلیل بکنیم تا بیننده محترم تلویزیون نور هر دو پهلو رو ببینن، یک پهلو رو نبینن. به خاطر است که یک پهلوش آقای نظری تحلیل میکنم، ما پهلوی دیگه شو میخوایم که روشنی بندازیم تا تمام این تصویر دیده شود. یعنی حتی ما از مطالعات و جریاناتی که مطالعه میکنم میبینم، شاید در ظرف 9 ماه تا 12 ماه دیگر تغییرات بسیار جدی در افغانستان و در منطقه رو نما شود که معادلات موجوده و معادلات گذشته را تقریبا حذف کنه و روی معادلات جدید رابط استوار شود. ما اینو میبینم و شاید هم بیشتر به نفع افغانستان باشه، گرچه شاید این متاثر از تغییرات در شرق میانه باشه، مگر بیشتر به نفع افغانستان خورده ان شاء الله. پس با وجود تحلیل هایی که مطرح شد شما خوشبین هستید. آقای نظری صحبت کنین از مسئله جنجال برانگیز خط دیورند، سفر آقای غنی با پاکستان و صحبت روی خط دیورند، این چنین عمل صورت خواهد گرفت؟ من فکر میکنم که در حال حاضر به نفع افغانستان نیست که مسئله دیورند به میان کشیده شود، نه ظرفیت های بالقوه و بالفعل در داخل افغانستان وجود داره و نه من فکر میکنم این روند میتونه به صلح و ثبات در افغانستان کمک کنه. در واقع مطرح ساختن بحث دیورند میتونه مناقشات میان دو کشور را و جدال های تاریخی را بار دیگر احیا بسازه و افغانستان در حال حاضر به باور ما باید سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی را با همسایه ها در دستور کار سیاست خارجی خود قرار بده. بنابراین مطرح ساختن بحث دیورند مفهومش است که سیاست تنش زایی مورد اهتمام نظر سیاست خارجی افغانستان قرار میگیره و این با توجه به اینکه افغانستان و پاکستان و کشورهای منطقه
به صلح و ثبات و توسعه بیشتر نیاز داره. در حال حاضر من ایره اصلا به نفع افغانستان ارزیابی نمی کنم و به باور من اگر عقلانیت بر دستگاه دیپلماسی افغانستان حاکم باشه، بحث دیورن در این سازوکار جایی نخواهد داشت. حال اگر قرار شود روی این بحث، حال نه بر حال در سفر اول، در سفرهای بعدی صحبت شود، فکر میکنین چه صحبت‌هایی در عرصه خط دیورن باید با رئیس جمهور پاکستان صورت بگیرد؟ ببینید، من اولا باور دارم که این بحث هیچ به نفع افغانستان نیست. در واقع در سیاست یک تئوری کاملا مشخص است و او است که شما قدرت تنها با قدرت میتونید مهار کنید. افغانستان در حوزه قدرت فعلا با پاکستان تمایزات ماهوی و جوهری دارد. بنابراین من فکر میکنم که این بحث در حال حاضر هیچ مجالی برای بروز و ظهور نمیتونه داشته باشه. اگر برفرض هم داشته باشه، باید با سازوکارهای دموکراتیک و مدنی و بدور از قهاریت یا جنبه های سخت افزاری، ما باید این بحث را با سازوکارهای دموکراتیک مورد توجه قطع نظر قرار بدیم. بحث همه پرسی امروزه میتونه یک سازوکار بین المللی و مشروع باشه و بحث مراجعه به دادگاه های بین المللی میتونه در واقع یک میکانیزم دیگه برای حل اختلاف به صورت مسالمت آمیز بین افغانستان و پاکستان در مسئله دیورن ارزیابی شود. بنابراین اینا سازوکارهای هست که میتونه در واقع بحث دیورن را اگر زمانش فرا برسه برش نقطه پایان بگذاره. اما در حال حاضر من این بحث اصلا به نفع افغانستان ارزیابی نمی کنم و فکر نمی کنم که ظرفیت های بالقوا و بالفعل در این منطقه وجود داشته باشه که برای حل و فصل این مسئله اهتمام نظر داشته باشند. حال به هر حال حل این مشکل مطمئنا تاثیر خواهد گذاشت، اما اینکه چه تاثیری خواهد داشت از زبان شما میشه؟ بدون شک یکی از متغیرهای تاثیرگذار در مناقشات در روابط افغانستان و پاکستان مسئله دیورند هست. اما من اشاره کردم که چند متغیر دیگه هم اینجا وجود داره. اولا نگاه عمق استراتژیک پاکستان به افغانستان در اثر خلای استراتژیکی که پاکستان در قبال هند احساس میکنه، افغانستان را همیشه به عنوان عقبه سیاسی خود در موقع عقب نشینی ارزیابی کرده. دوم، موقعیت ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک افغانستان سبب شده که پاکستان همچنان بحران انرژی خود از طریق آبهای افغانستان در واقع مرتفع بسازه. و سوم، در واقع نگاه های خاصی هست که پاکستان به منطقه جنوب آسیا داره. یعنی در واقع پاکستانی ها تلاشش است که روابط افغانستان و پاکستان به گونه تحت تاثیر روابط افغانستان با هند قرار نگیره و روابط استراتژیک افغانستان و هند باید محدود شود. بنابراین اینا خواسته های در واقع مرئی و نامرئی پاکستانی ها می باشه که بعضن در روندهای دیپلماسی بر زبان آورده میشه و بعضن به اصطلاح به صورت مکتوب و پنهان در رویدادهای سیاست خارجی پاکستان همچنان مشاهده پذیر هست. از این منظر هست که تا زمانی که متغیرها به صورت مجموعی مورد توجه قرار نگیره، من فکر میکنم که حتی تنها مسئله دیورن هم نمیتونه نقطه پایان برای منازعات تاریخی افغانستان و پاکستان باشه. سپاسگزارم آقای مراد. موزل خط دیورن به صلاح نیست که در اولین سفر مطرح شود و بهتر است سیاست و رویکردهای جایگزینی برای حل مسئله دیورن مطرح شود. در این مورد چی نظر دارید؟ من به عقیده هستم که مسئله خط دیورن یا اختلافات سرحدی بین افغانستان و پاکستان به طور قطعی به نفع هر دو کشور است و نه به نفع پاکستان است و نه به نفع افغانستان است و هر تغییر در خط دیورن تمام معادلات سیاسی و اجتماعی هر دو کشور را تغییر میده و این تغییر میتونه یک عامل جدی بر بی‌ثبات شدن هر دو کشور باشه. به خاطر است که تا وقتی که هر دو کشور به رفاه اقتصادی نرسیده، به سطح بلند علمی و دانش و آگاهی نرسیده، هر اقدام یا مطرح ساختن این قضیه یا سیاسی ساختن خط دیورن نه به فایده افغانستان است و نه به فایده پاکستان است، بلکه بیشتر اقتصاد در دو کشور متضرر می سازه، بیشتر تنش در رابطه دو کشور ایجاد میکنه که یک عامل جدی عقب ماندگی هر دو کشور میشه. در حالی که هر دو کشور نیاز به ثبات داره، به پیشرفت و ترقی داره. حال یکی از عواملی که همین ثبات را برهم زده در عرصه تامین امنیت همین خط دیورند هست.
در این مورد چه راهکاری باید روی دست گرفته شد؟ من فکر میکنم که ثبات خط دیورن، ثبات افغانستان و پاکستان بر هم نزده، بلکه این پالیسی هایی است که در دو طرف خط دیورن هر دو منطقه غیر متوازن و بی ثبات ساخته. حال برای رفع این معضل چه کاری باید صورت؟ بله، برای رفع این معضل بهترین کاری است که پاکستان و افغانستان با هم به طور بسیار مخلصانه نشست داشته باشند. پاکستان تمام تقاضاها و خواستهای استراتژیک که خود به پاکستان به افغانستان برادرانه و دوستانه بازگو بکنه، افغانستان هم باید تمام خواستهای خود و نیازمندیهای استراتژیک خود به پاکستان باید ارائه بکنه. هر دو بشینن منیس دو کشور همسایه که هر دوش به امنیت نیاز دارن، به ثبات امنیتی و اقتصادی نیاز دارن، با هم بشینن خواستهای استراتژیک خود مطرح بکنن و ببینن که کدام کشور چه تعداد چه مقدار به طور مشروع میتونه بپذیره تقاضا و خواسته یک دیگه خود، با یک پیمان و مائده استراتژیک اینا خواسته ها و منافع یک دیگه خود قبول بکنن و اجازه بدن که این دو ملت با هم، دو ملت برادر زندگی بکنن، رابطه اقتصادی ملت ها برقرار شوه، رابطه سیاسی برقرار شوه، حتی مشکلات ویزا را از بین ببرن، جنگ با توریسم در سرخط آجنده خود قرار بدن که توریسم از منطقه ریشه‌کن بکنن تا بتونه افغانستان و پاکستان و اقوامی که در دو طرف سرحد زندگی میکنن، این اقوام از امور رفاه کامل، از علمیت و دانش و پیشرفت و معارف درست اینا بهره‌مند شوند. اونو وقت است که بازی دو کشور میتونه این موضوعات بسیار عمده و پیچیده روی میزبانن با صدر سینه ایده بحث بکنن و رای حلش جستجو بکنن. هر اقدامی در موضوع خط دورن یا مطرح کردن از این جز یک آجنده سیاسی، جز یک تیم سیاسی که از این بهره‌کشی سیاسی خود داشته باشه بکنه، به نفع هیچ کشور نیست، نه به نفع افغانستان و نه به نفع پاکستان و حتی به نفع منطقه نیست. به یقین که هر بی‌ثباتی یا تغییر در معادلات سیاسی قومی منطقه، ایران هم از این متضرر میشه، تاجیکستان هم متضرر میشه، افغانستان هم، پاکستان هم، حتی تاثیرات بالای هند و امکان داره بالای چین هم داشته باشه. حال یکی از این سیاست هایی که شما صحبت میکنین، آقای نظری هم صحبت کردن، تامین منابع مالی طالبان هست، گروه دهشت افغان در افغانستان و همچنین حمایتشان. در این مورد آقای اشرف غنی تا چه اندازه صحبت های خواهد داشت با مقامات پاکستانی؟ من نمیفهم که اگر داشته باشم صحبت با اونا، صحبتش تا چه اندازه مفید خواهد بود. معصوم عزیز که در قضیه توریسم و طالبان در افغانستان دو منده بسیار مهم است. یکی خود ISI و اردوی پاکستان. هر رای حلی که در موضوع توریسم و طالبان در افغانستان جستجو میشه، سراغ میشه، بدون مطرح ساختن این قضیه با ISI و اردوی پاکستان، او کار به ثمر نمیرسه. این تجربه 30 ساله ما بر ما نشان داده که بدون موجودیت پاکستان در پروسه و اردوی پاکستان و علی خصوص ISI، هر پروسه سیاسی به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید. حتی آمریکا در ظرف 14 سال جان کن تمام زحمات‌های خود کشید، اما دستاوردی نداشت. تا قطر هم برد، طالبان را از پاکستان کشید به قطر برد، خواست که یک نقطه دیگه برای تماس با طالبان ایجاد بکنه، اما وقت دیدیم که تمام اون پروسه زیر نفوذ سیاسی و اداری پاکستان پیش می رفت. طالبای به قطر رفت، همه از پاکستان رفت، همه با تصویب ISI رفت به قطر تمامشان. ما یک موضوعی است، موضوع دوم یا منبع دومی که باید ما حکومت افغانستان یا رئیس جمهور غنی در مذاکرات خود با پاکستان مطرح می کنم، فکر می کنم که منابع مالی است که در دسترس طالبا قرار داده می شه و این به یقین که از کشورهای شرقی مانه به دستشون قرار داده میشه. تا وقتی که با سعودی، با امارات، با مثلا کویت و دیگه کشورهای شرقی مانه یا امارات نشین این قضیه بسیار مخلصانه و جدی مطرح نشه، این منابع ادامه پیدا میکنه و جنگ در افغانستان منقطع نمیشه. سپاسگزارم. آقای نظری، یکی از مواردی که به هر حال انتظار میره از آقای رئیس جمهور غنی بحث چگونگی حمایت از گروه های تروریستی در افغانستان هست با مقام های پاکستانی، این موضوع مطرح خواهد شد در سفر اول و اینکه فکر میکنین چقدر جدی گرفته خواهد شد؟ ممکن است از طرف رئیس جمهور افغانستان بحث مطرح شود،
ولی نکته اساسی اینجاست که تا زمانی که نظامیان پاکستانی تمایل به زیستن در جامعه مدرن و آری از تنش در این منطقه در رفتار سیاسی خود مورد توجه قرار نده و تا زمانی که پاکستان پر از سامانه های نیرومند افراطگرایی باشه و جامعه بین المللی هم این سیاست را در واقع نکوهش نکنه و تحت فشار قرار نده، من فکر میکنم که اگر صد بارم صحبت شد از طرف افغانستان این صحبت ها نتیجه ملموس در پی نخواهد داشت. شما از جامعه بین المللی صحبت کردین، گفتین که تداوم همین وضع خواست جامعه غربی هست و همچنین ایالات متحده آمریکا. از منابع مالی هم آقای مراد صحبت کردن که باید مشخصا کشورهای عربی در این مورد تجدید نظر کنن، اما خود آقای اشرف غنی هم در رویکردش از مخالفان سیاسی صحبت کرد. آیا واقعا از توریستان در داخل افغانستان نام خواهد برد در پاکستان؟ من فکر میکنم که تلاش رئیس جمهور افغانستان معطوف به این خواهد بود که با صحبت‌های نرمتر طالبان متقاعد بسازه و همچنین اطمینان برای حامیان استراتژیک طالبان داده شود که طالبان میتونه زمینه زیستن در جامعه افغانستان داشته باشه و حتی زمینه مشارکت از اینا به تدریج در ساختار قدرت و سیاست در افغانستان فراهم میشه. این روی کرد انجام شد ولی نتیجه نداد، برادران خوانده شدند. به همین جهت است که من اشاره کردم که در حال حاضر اضلاع چندگانه ای که در حمایت فنی، لوجستیک، مالی از طالبا قرار داره همچنان سیاست های گذشته را تداوم میتن و امیدواری به همین جهت وجود نداره که در واقع این روند صلح افغانستان بتونه به یک نتیجه ملموس دست پیدا کنه و حتی در مواردی من اشاره کردم که برای بسیاری از قدرت ها افرادگرایی میتونه یک ابزار خوبی برای پیش بردی سیاست های راه بردی کلان کشورها از جا بشود. سپاسگزارم آقای مراد. کوتاه اگر لطف کنین، این پاکستان و آقای نواز شریف و دزابیار پاکستانی سیاستشان را در مقابل افغانستان تغییر خواهند داد؟ ما دقیق نمیفهم که دادن یا نخواد بتن سیاست خود تغییر، اما اقرار میتونم با یقین بگویم که رابط بهتر بین افغانستان و پاکستان به نفع هر دو کشور است، به نفع جنگ در مقابل توریسم است، به نفع رشد اقتصادی هر دو کشور است و بالاخره به نفع نیرومند شدن ملت‌های هر دو کشور است. سپاسگزارم از حضور شما آقایان عبدالستار مراد، آقای مسائل سیاسی، و دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه، و همچنین سپاس از شما که بیننده آخر خط بودین. تا فردا، خدا نگهدار.